سلام و وقت شما بخیر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان در گزارش مفصلی از چگونگی عملکرد اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، این اداره را به نقص گسترده حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان متهم کرده است. در این گزارش حدود 1033 مورد از مجازات خودسرانه ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان مستند شده است. یونما در این گزارش تاکید کرده است که این اداره پارا فراتر از دایره اختیارات خود گذاشته و در امورات مانند نظارت بر رسانه ها، کنترل زندان ها و همچنان در امور کسب و کار مردم دخالت کرده است. اینجا آقای حضرت وحریز، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین را با خود داریم تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای وحریز، وقت شما بخیر. نخستین پرسشی است که نفس ایجاد اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک اداره حکومتی یا بر اصطلاح یک رژیم چی معنا داره، با وجود که نهادهای مانند پلیس و همچنان اداره های دیگری وجود داره در این ساختار؟ با درود به شما و مخاطبان شما، این یک نهاد، یک ابرنهاد است در امارت اسلامی طالبان. ابرنهاد به این معنا که صلاحیت ها و اختیارات چندین نهاد دیگر را این اداره به تنهایی بر عهده دارد. یعنی این هم امور تجارت مردم را باید تنظیم کنه، هم گشت و گذار مردم را تنظیم بکنه، هم نحوه لباس پوشیدن مردم را تعیین بکنه. در خصوصی ترین ابعاد زندگی مردم این اداره حق دخالت را داره، و تازه دخالت این اداره بر اساس کدام قانون هم چارچوب بندی نشده، چون طالبان با قانون بیگانه هستند و چیزی را که قرائتشان از متون 1400 سال پیش بهشان درست می نمایانه، همون برشان قانون است. یعنی موارد فراوان وجود داره، در این گزارش هرچند اشاره نشده، اما موارد فراوان وجود داره که به خاطر مثلا دیده شدن موی یک زن، برخورد متفاوت نظر به محل، نظر به منطقه صورت گرفته. این یعنی که هر عضو طالب که در اداره امر به معروف کار میکنه، به خودی خود هم قاضی است، هم دادستان است، هم پلیس است، هم جلاد اجرا کننده حکم. بله، و همونطور که شما گفتین، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در واقع عمل کردش پا فراتر گذاشته و حالا اختیارات دارن که ابر اداره هست در اداره طالبان. اصلا امر به کدام معروفی یا نهی از کدام منکراتی در افغانستان فعلا اینا باید انجام بدن؟ درک این نیاز طالب به وجود چنین اداره بسیار ساده است. ببینیم، ما همه چیزی را میتونیم عرضه بکنیم که داریم. کار شما، حرفه شما خبرنگاری است، تحلیل مثلا درست کردن برنامه های تحلیلی در مورد وضعیت افغانستان است. شما مطالعه میکنین، سوال های مطرح میکنین با کسایی که از این مسائل کم و بیش آگاه هستند، از اینا میپرسین. حالا طالب چی چیزی برای عرضه کردن به جامعه داره؟ پشت سر طالب یک مدت طولانی خشم و خشونت و قتل و کشتار است، و یک گوشه دیگه زندگیشان زامبی آموزش های زامبیواره که در مدارس دینی چی در پاکستان چی در افغانستان اینا دیدند. حالا برای تاکید بر اهمیت خود، اگر اینا اختیار ریش مردم را نداشته باشند و در کوچه و بازار قدرت نمایی نتوانند بکنند، همه این عقده را کجا باید ببرند؟ همینه که طالب با وضع گویا وضع اصولهای رفتاری در جامعه میخواد بر اهمیت خود تاکید بکنه. در غیر اون، این لشکر بیابانگرد غارنشین که حالا از کوها پایین شدن و از بیابانها آمدن به شهرها و اینا رو مشغول چه کاری بکنن؟ از اینا چه کار
بر می آید؟ آیا اینا رو می توانند جمع بکنند مثلا در یک اداره مشورتی به خاطر تطبیق برنامه های اقتصادی؟ یا اینا رو مثلا از اینا به عنوان افرادی که در یک اندیشه کردم می توانند کار بکنند، از اون میشه استفاده کرد؟ که نه، بنابراین کماق به دست اینها دادن و اینا را اختیاردار رفتار و گشتار و گفتار مردم ساختن یگانه استفاده است که رهبری طالبا از این گروه بیان بانگرد میتونه بکنه. بله، با صحبتهایی که شما کردین، با سرکوب مردم، تحقیر و توهین مردم، سرانجام چی میشه؟ برایندش چی خواهد بود و حکومت طالبا بالاخره چقدر پیش مردم روسیا خواهد شد؟ در روسیاهی از اینا به قدر کافی زحمت کشیدن، به قدر کافی همت گماشتن، طوری که اگر مثلا امروز فردا جایزه نوبل یا اسکار به خاطر روسیاهی اگر یک حکومت اگر قرار می بود داده می شد، به صورت قطع برنده درجه یک این روس جایزه طالبان می بود. اینا نیاز به روسیاهی بیشتر ندارن، اما قدر مسلم این است که ظرفیت اینها در متعجب ساختن مردم دنیا و مردم افغانستان به خاطر آفریدن موارد برای روسیاهی امارتشان فوق‌العاده به انتها است. چرا مثلا با این وضعیت هیچ اتفاق در اعتراض به طالب ها نمیفته؟ چرا مثلا در افغانستان اعتصاب صورت نمیگیره؟ اعتراضات مدنی، اعتراضات اجتماعی گسترده صورت نمیگیره؟ چون در هر کشور دیگه حتی یکی از این مواردی که طالب به خود اجازه انجامش رو میده، اگر در یک کشور دیگه چون این اتفاقی بیفته، امکان نداره مردم آرام بمونه. اما بدبختی افغانستان و تاله طالب ها در اینه که مردم افغانستان فکر و ذکرشان مشغول یک وعده بعدی غذایشان هست. مردم واقعا اگر چای صبح خورده باشن به فکر نان چاشتن، و اگر نان چاش خورده باشن به فکر نان شبن. این اعتراض ها در جامعه معنادار هست که قشر متوسط وجود داشته باشن. وقتی من در صدی دقیق ندارم، همچنان که در صدی دقیق هیچ چیزی از افغانستان معلوم نیست، اما قسمت بخش زیادی از مردم افغانستان در حال حاضر زیر خط فقرند و از مردم فقیر انجام کاری که تغییر آور باشه بعید به نظر میرسه. درست. و آقای بهریز، همونطور که شما در جریان هستین، دقیقاً این اداره سرکوبگر آمده به جای اداره به نام وزارت امور زنان در حکومت پیشین افغانستان جو خوش کرده. آیا این دقیقاً کدام مفهوم را افاده میکنه؟ طالبان قصدن چون این کار را انجام دادن؟ این یک اقدام سمبولیک است از طرف طالب ها که اداره ای را که وزارت را که در زمینه سیاست سازی در قبال بخاطر بهبود انسانی ساختن زندگی زنان در افغانستان کار میکرد، همان ساختمان را بدن به اداره بدنام امر به معروف و نهی از منکر، این خود یک اقدام نمادین هست. و طالب ها میخوان و طالب ها به دنیا، به مردم افغانستان اعلام کردند که در کدام جهت این گروه حرکت میکنند. یعنی همه آنچه که دستاورد تمدن بشری هست در قبال حقوق زنان، همه آنها باید با اداره بهایموار امر به معروف و نهی از منکر باید زیر پا گذاشته شود. ممکن است این دورانی که این امر به معروف و نهی از منکر به وجود آمده بود به عنوان یک نیاز اجتماعی مهم بود، ولی زمان تغییر میکنه. امروز کسانی که هیچ نوع آمادگی برخورد معمولی را با آدم‌های دیگر ندارن، مثلا یک برخورد معمول، من خبر دارم که طالب‌ها مثلا چگونه خرید میکنن از دکانداران در شهرهای افغانستان، چگونه اصلا
صحبت دارن، حرفهای معمولی، ساعت چند است یا فلان قسمت شهر چطور پیدا بکنم، حتی اینها را اینا بدون رعایت کوچکترین اصول معاشرت معمول انجام میدهند. حالا مثلا چارچوب بندی کردن رفتار آدم ها، مثلا مراقبت کردن از رفتار آدم ها را دادن به دست چنین آدم های بدوی 1400 سال پیش، این فاجعه است، نام دیگه نداره، این واقعا فاجعه است. و خوشبختی طالبان در اینه که مردم افغانستان از رمق افتادند و متاسفانه امید هم برای تغییر در سیاستمداران مطرح خود نمی بینند. و همونطور که در گزارش یوناما آمده است که این اداره با مجازات خودسرانه از جمله تنبیه های بدنی و همچنان شلاق زدن در ملای عام در همچنان موارد هایی را دست داشتن و دارن عملی انجام میدن، فکر میکنین که چرا نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله خود یوناما بعد از 3 سال آمده یک گزارش را بیرون داده بالاخره در مورد این اقدام های سرکوبگرانه طالبان؟ فعالیت یوناما به صورت مستقیم تأثیر پذیر است از میزان توجهی که کشورهای قدرتمند دنیا نسبت به اوضاع افغانستان دارند. با کاهش این توجه طبیعی است که یوناما هم به عنوان نهادی که تمویل میشه از طرف سازمان ملل متحد، که تمویل میشه از طرف کشورهای قدرتمند، نمیتونه متاثر نباشه از این وضعیت عمومی. در توصیف کارایی یوناما همین بس که مثلا در گذشته آدم های مهم این دنیا اداره یوناما را بر عهده داشتن، ولی وقتی یک وزیر خارجه برکنار شده، بازنشسته، کشور نچندان مهم در دنیا مثل قرقیزستان که خود دستخوش حوادث عجیب و غریب هست در طول تاریخ 34 سال استقلالش، این خود نشانه کاهش توجه یوناما به کاهش توجه دنیا به افغانستان هست. و تازه خانم اوتنبایوا در کشور خودش شخصیت سیاسی محبوب و حتی مشهور هم نیست. اینها همش نشانه های کاهش توجه است. و از سوی دیگه نمایندگی سازمان ملل متحد یا نمایندگی هر سازمان در یک کشور، اینا میزبان مهمان هستند و صاحب اصلی اختیارات در هر کشور آن کشور میزبان است که دفکتو اداره طالب است. بنابراین یوناما هم محدودیت هایی داره در بررسی هایش و نیازمند این است که خاطر طالب را هم از خود راضی نگه دارند تا اجازه فعالیت در افغانستان داشته باشند. و اگر چنین ادامه پیدا کنه نقض حقوق بشر بیشتر میشه، آزادی های اساسی مردم بیشتر سلب میشه، بالاخره چه کار صورت بگیر آقای وحری است که مردم افغانستان از چنگ چنین ظالم های و سرکوبگران تاریخ نجات پیدا بکنن؟ با گذشت هر روز و با گسترش و با نیرومندتر شدن اطمینان طالب به دیرپا ماندن حکومتش، روز به روز آزادی ها یا مردم محدودتر میشه، کنترل طالب بر زندگی خصوصی مردم بیشتر میشه و اختناق و ستم و تبعیض و تعصب بیشتر گسترش میابده افغانستان. من رای حل کوتاه مدت متاسفانه نمیبینم. من تصور میکنم که مردم افغانستان ما باید آمادگی داشتن بدیل برای طالب را پیدا کنیم. این آمادگی رو باید داشته باشیم. و این آمادگی یعنی چی؟ یعنی به قدر کافی ما باید آدم با سواد، آدم تحصیل کرده داشته باشیم. حرف من خیلی متناقض به نظر میرسه با توجه به این که نیمی از جمعیت افغانستان
حال باید در خانه بشینند و بی سواد باقی بمانند. اما راه دیگر غیر از گسترش سواد، گسترش تخصص و گسترش آگاهی از وضعیت، متاسفانه افغانستان پیش روی نداره. با بال دیگران نمیشه پرواز کرد. ما در 2001 یک فرصت طلایی در افغانستان به وجود آمده بود، اما افغانستان فاقد کادرهایی بود که بتونن از این فرصت استفاده بکنند. استفاده های شخصی صورت گرفت که همه در موردش میدانیم، اما وضعیت مردم دچار یک تغییر نشد که بعد از 20 سال آمدن دوباره یک گروه بربر مثل طالب ناممکن شود. و این راه افغانستان جز گسترش سواد، تحصیل و آگاهی ندارم. سپاسگزارم آقای حضرت وحریز، آقای سیاسی و دیپلمات پیشین، از حضور شما.